به تبعید تا پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت را اینگونه روایت می‌کند. ما در پاریس که دیدیم رفت آمدهای زیاد به وسایل مخفی و بعضی وقتا آشکار برای اینکه ما را وادار کنند که دست برداریم، هر چی بخواهید میدیم، هر کاری بخواهید میکنیم. خود شاه سابق به وسایل پیغام داد که من مملکت را تسلیم شما میکنم و من همین شاهی باشم در صورت و همه کارها در دست شما باشد و من به او اعتنا نکردم و این قدرت الهی بود که ما را کمک میکرد. بعد از این که این رفت و باز تتمه قدرت باقی مونده بود، اینها باز کوشش کردند حتی به وسیله جمهوری فرانسه و رئیس جمهور فرانسه به من پیغام دادند که شما حالا زود است بیایید، به طور دلسوزی مثلا از طرف آمریکا پیشنهاد کردن که حالا شما چند وقتی باز بمانید، حالا زود رس از رفتن شما. از طرف ایران باز همین معنا را گفتن، بعض اخشاری که از همین طوائف بودن باز همین پیشنهاد را میکردن و همین پیشنهاد اسباب این شد که من عرض کردم که بیام هرچی میخواد بشن. من فهمیدم که این مسئله یه مطلبی، اینها میخوان من را اونجا نگه دارن و اینجا توطئه ها را تقویت کنند به طوری که دیگه هیچ نتوانیم با کاری بکنیم. من اعلام کردم که خواهم رفت. اونها بستند فرودگاه ها را، همه فرودگاه ها را بستند. ما صبر کردیم، گفتیم که وقتی فرودگاه باز شد بود. باز بستند، گفتیم وقتی باز شد بود. خب اینها دیدن که بالاخره نمیشه تا آخر بسته باشد، ارعاب کردن خیلی کارها. ما آمدیم و وقتی که وارد شدیم، البته مرهون عواطف ملت ایران هستیم که از همه اطراف آمده بودند و البته یک مقداری رفته بودند به واسطه اینکه مجلس شده بودند، لیکن خود مردم تهران بودند و ما اینجا باز مبتلا شدیم به یک حرف هایی که بین ما و دولت رفت آمد می کرد. ما اعتنایی نکردیم به آنها و نخست وزیری خودمون تعیین کردیم، گفتیم که ما به واسطه ولایت شرعیه و به واسطه اینکه ملت به ما رأی داده است، ما شما را نخست وزیر می کنیم. اونها هم دولت هم گفت که ما این نخست وزیر را توقیف میکنم. یکی دیگر آید. بعد باز ارعابهایی چیزهایی شروع شد که ما امر کردیم که وزرا را به وزارتخانه ها راه ندن و از وزارتخانه ها همین را قبول کردند و راه نمی دادند. اونها بعدم حالا چه شد، رفتن یا نرفتن باز خیلی اطلاع ندارم. حتی تعبیر رئیس دولت این بود که تا این به طور شوخی است، این نخست وزیری به طور شوخی است، ما کاری نداریم. اول گفته بود توقیف می کنیم، حالا یه خوردی عقبتر رفت. تا شوخی است ما حرفی نداریم، لیکن اگر جدی بشد چه خواهیم کرد؟ ما کم کم گفتیم جدی بشد. امر منتهی شد به این که اون آدمی که میگفت که توقیف میکنیم و چه خواهیم کرد، به واسطه خوی بیابانی که داشت، اینها این خوی بیابانی بود که در شاپور بختیار بود و منم اون خوی بیابانی را میدانستم. چون ما با اینها سوابق داریم و اینها در حدود ما قدرت ها داشتن، امر منتهی شد به این که ایشون جنایاتی کرد، کشتاری کرد، امر به کشتاری کرد، به حسب اقرار خودش که در روزنامه ها منعکس می شد که با امر من است،
و ارتش کاری انجام نمیداد الا به امر من. بعد این فرار کرد و ما اعلام میکنیم که ملت ایران و همه ملت ها که در خارج هستند که این جانی را به ما تحویل بدن. ایران هر جا پیدا کرد این جانی را به ما تحویل بدن و این را اعلام خواهیم کرد و همین هم اعلام است. و دوستان ما که در خارج ایران هستند اونها هم همین سفارش را میکنیم که این را هر جا پیدا کردن بگیرند و به ما اطلاع بدن تا ما بخواهیم از این دولتی که اونجا هست. و مطلب به اونجا رسید که اون آدمی که اون قدرت عظیم را داشت ما با دست خالی و اونها با همتی با پشتیبانی دولت های ابرقدرت ما با دست خالی لیکن پشتیبانی خدای تبارک و تعالی وضع این آدم به اونجا رسید که الان هیچ یکی از ممالک دنیا قبولش نمی‌کنه. الان همون جایی که هست همون رفیق شفیق خودش که ملک حسن باشد در همین دیشب یا پریشب در روزنامه دیدم که او گفته ما او را به عنوان شاهی قبولی نداریم و دولت‌های دیگه هم گفتن ما او را نمی‌پذیریم. اخیراً مثل اینکه امریکا گفته